داستان درد و رنج زنان افغانستان را پایان نیست. اکثریت زنان با تحمل انواع رنج و درد در جامعه مردسالار افغانستان می سوزند، می سازند و نابود می شوند. اما شماره اندک فرصت این را پیدا می کنند که دردهایشان را روایت کنند و نسلهای آینده را از این وضعیت آگاه سازند. در این گزارش به رونمایی کتاب زن همسایه و روزگار پرداختیم که به تازگی از سوی فرهد رحمان یکی از نویسنده های جوان افغانستان نوشته شده و در امریکا به چاپ رسیده است. حرف از روزگار و زن همسایه است. اتفاقهایی که در افغانستان رخ داده و داستانش هزاران کیلومتر دور اینجا در امریکا ایده ای را مشغول کرده است. زنان در افغانستان روزگار سیاهی دارند، اما این سیاروزی ها کمتر روایت شده است، آن هم از زبان خود زنان. فرهد رحمان در کتاب روزگار این داستانهای واقعی را روایت کرده است. در حقیقت این کتاب روزگار شامل دو داستان است، یکی داستان روزگار و داستان زن همسایه، که داستان روزگار و زن همسایه هر دو توانایی استقامت و پشت کار یک زن در برابر نابرابری ها را نشان میده. این کتاب در محفل به اشتراک شماری از پناهجویان و فرهنگیان کشور در شهر سیاتل امریکا رونمایی شد با شعر و موسیقی و نقد و نظر. روزگار و زن همسایه، داستان‌های واقعی زنان به ویژه در فرودگاه کابل پس از تسلط طالبان را بازگو می‌کند. فرهد رحمان کم و بیش دو سال روی این کتاب کار کرده است. شاید کسایی که این کتاب بخواند در بعضی قسمت ها نراحت شوند، جگرخون شوند، به خاطر که من مطمئن استم هر کسی که حادثه میدان هوایی را تجربه کرده با خواندن هزی قسمت داستان زن همسایه شاید عشق بریزه. پوش این کتاب با عکس از یک زن نقاشی شده طراحی شده است که مشکلات و سختی ها همچو غبار بر چهرهش سایه افگنده است. این نقاشی جلد کتاب خواهر مهربان فریح جان غزال نقاشی کرده. فریح جان غزال یک نقاش بسیار ورزیده و بسیار خوب است نام خدا. فرهد در کنار علاقه زیاد به شعر و داستان نویسی مشغله های زیاد دیگر نیز دارد. او در یکی از بانک های امریکا کار می کند و روزانه حداقل 40 دقیقه را با این قطار می پیماید. می گوید بخش کتاب در جریان همین راه و در قطار نوشته شده است. جریانی که من در ترن هستم، من کتاب می خوانم و بر من تایم بسیار زودتر می شه و زیادتر بخشای کتاب روزگار هم مردمی مسافه رایی که 40 دقیقه در ترن هستم نوشته کردیم. به خانه فرهد آمدم تا سایر کارهای حاشیه‌ای او را نیز به تصویر بکشم. او با غذای دست باخته خودش از ما استقبال کرد. از فرهد پرسیدم با چه مشکلات در جریان نوشتن و چاپ این کتاب مواجه شده است. وقتی که در امریکا میخواستم کتاب چاپ کنم برام بسیار زیاد سخت بود که جایی را پیدا کنم که کتاب مرا چاپ کنه و بسیار فکر میکردم که کجا باید پیدا شوه. چند جای از طریق گوگل پیدا کردم، با چند جای تماس گرفتم، قیمت های بسیار زیاد بلند می دادن یا ایست که قبول نمی کردن، خصوصا کتاب های فارسی را. فرهد اوقات فراغتش را ورزش می کند و به صحتش نیز توجه زیاد دارد. تنها استعداد برای موفقیت کافی نیست اگر افراد نتوانند زمان را خوب مدیریت کنند. فرهد از سرزمین به شدت مرد سالار افغانستان در واقع از میان دود و آتش قد برافراشت و توانست پله های موفقیت را یکی پی دیگر از افغانستان تا امریکا طی کند. سختی را پایان نیست، اما سرنوشت را کسان تغییر می دهند که اراده قوی دارند.